که دبیرستان رفتی سلیقت عوض نشد؟ چرا خیلی زیاد دبیرستان سنندج هم میرفتی بازم سنندج میرفتم تو دبیرستان هم دقیقا جایی بود که اول مثلا فیلم کوتاه رو ساختم یه فیلم کوتاه ساختم اون موقع تو دبیرستان؟ یه جشنواره برگزار شد تو تهران که چقدر هم اتفاق خوبی بود با دوربین های خانگی جشنواره دوربین های خانگی بود همین هندیکم ها هر چیزی که داشتیم گفتن که یه فیلم بسازی یادم آقای جبلی حتی یادم تو اختتامیه بودن خانم برومند بودن یادم اون دوره تو چند سالت بود؟ دبیرستان دیگه مثلا فکر میکنم 15 سال فیلمو با دوربین خودت خونه ساخته بودی؟ نه یکی از دوستامون آقای بهنام سفری یه لطف بزرگی به من کرد من چون میدونستم درس میدن تو سینمای جوان سنندج و داداشش دوست من بود من رفتم پیششون گفتم که من یه چنین فیلم نامو طرحی دارم برای یک سکانس پلان سکانس پلان؟ آره سکانس پلان تقریبا 2 دقیقه ای من خیلی طولانی نبود ولی اون 2 دقیقه در حد دبیرستان دوربین خودشون به من دادن و من با همون دوربین خودشون اون فیلمو ضبط کرد داستانش چی بود فیلم کوتاه؟ خیلی بی خودی جدی آوانگارد بود تو ذهن خودم برای اون دوره نمیم الان چجوری تعریفش کنم اسمش به دنبال بیرنگی بود به دنبال بیرنگی با یه شعر مولانا شروع میشد دوربین میومد پایین از 3 تا درخت میومد روی یک نیمکت که 2 تا جوان نشستن روی نیمکت دوربین پان میکرد میچرخید میدیدیم که یه سری بچه دیگه اونجا دارن مثلا بازی میکنن ولی با رنگ روی پیرهنشون شماره کشیدن با رنگ بعد دوربین بازم میچرخید میدیدیم که یک خانمی زنبیل به دستشه رد میشه از جلوی دوربین از اون بعد دوباره دوربین همجوری میچرخید یعنی یه 360 درجه میچرخید یک مردی میدیدیم که بابام بازی کرد روزنامه دستش بود دور تیترای روزنامه با رنگ انگار با قلم و رنگ کشیدن همینجوری میچرخید میبینیم خانمی که مثلا خرید کرده داره میره پشتش اینجوری راه راه نرده است اینجوری راه راه طوری که برمیگشت رو نیمکت میبینیم که اون 2 نفر نیستن و جایی که نشستن خالی شده یعنی انگار روی صندلی که رنگ شده نشستن دوربین دوباره یه پان دیگه میکنم اینکه پشت اونام رنگی شد بعد حالا خیلی فکر کنم گیج‌ترم شدم از خود فیلمم گیج کننده تر توضیح دادم ولی فیلم عجیبیه 14-15 سالت بوده دیگه آره 14-15 سالم فیلم هنری دیده بودی فیلم کوتاه دیده بودی اون زمان فیلم ساختی کم یادم اون کاری که آقای آفریده داشتن فیلم کوتاه شبکه 2 بله بله اونو دنبال میکردم دوست داشتم آره. کلاس سینما جوانم میرفتی نرفتم هیچ اصلا کلاس اصلا نرفتی بودم نه یعنی تا قبل از اینکه فیلم بسازی کلاس نرفتی نه من اولین کلاسامو دانشگاه رفتم دیگه که لیسانسمو سوره بودم که جالبیش اینه که میخواستم سینما بخونم تئاتر کار کرده بودم برای خودم در حد دانش آموزی ولی میخواستم سینما بخونم اون سالی که من کنکور دادم سینما نگرفت سوره فکر پلان سکانس از کجا آمده بود تو کله؟ تو 14-15 سالگی یادمه که اون موقع اصلا نمیدونستم که به این میگن پلان سکانس و ولی خب یه پلانه دیگه آره ولی من خب شاید بیشتر به خاطر این بوده که میدونستم نمیتونم تدوین کنم فکر آره. عجیب غریبی داشتی آره. تو خونه کتاب بود برای خوندن؟ پدر کتاب میخون؟ آره کتاب ولی بیشتر اونا خب رمان میخوندن اینجوری نبودن که بگم که کتاب های سینمایی میخوندن یا اینجوری من خودم مثلا... بیشتر کتاب قصه میخوندم تو. مثلا اولی رمانی که اونجا خوندی تو خونه بایی از خونه مثلا کتاب خونه بابات برداشتی چی بوده؟ از کتاب خونه اونا کیمیاگر رو خوندم او چه خوب آره خب کیمیاگر رو خوندم همون تو دانه از کتابی که مادرم میخوند کوری رو برداشتم خوندم آره یو چه کوری جلوتر دیگه یعنی کجای کم جلوتر بود بشی خیلی داداشم برام کیهان بچه ها میگرفت بچه بودم خیلی بچه بودم و کیهان بچه ها رو خیلی دوست داشتم و میخوندی آره خیلی انیمیشن هم دوست داشتی خیلی زیاد کارتون مورد علاقت کارتون مورد علاقه تو بچگی همه رو دوست داشتیم آخه مثلا یک چیزی که خیلی دوست داشته باشی یه خورده بزرگتر که شدم گوری لنگوری به تو میخوره؟ آره اونا رو که همه رو بودیم اونا رو خیلی دوست داشتیم آره آره بعد من بابام هم دوست داشت با هم گه خیلی میشستیم من صداش میکردم که بابا هم کارتون ببینیم تام و جری و پلنگ صورتی و اینا با هم دیگه میدیم ولی یادم یه خورده بزرگتر که شده بودم یکی از کارتونایی که خیلی به نظرم هنری میومد احساس میکنم خیلی خوش ساخته کوتلاس بود
کلن با خط یه سری انیمش خیلی خیلی جذاب. هنوزم که هنوزه از فیلم های سینمایی کارتون مثل سیندرلا یادته؟ سیندرلا رو خیلی دوست نداشتم. دنیای زیبای شارلوت یادته؟ اونو یادم. یه بعد آخه کارتون های اون موقع هم باز یه خورده تلخ بود. ویدیو داشتین تو خونه؟ بتا مارک بی اچ اس؟ اوائل نه، خونه فامیلا داشتیم، ما میذاشتیم تو زنبیل، روش سبزی میذاشتیم بردیم. آره اون که ممنون بوده. آره تا اواخر اوائل 72 اینا ممنون بوده. آره بعد اون موقع وی اچ اس داشتیم دیگه. وی اچ اس داشتیم. ما خانوادم فیلم هندی هم دوست داشتن. شعله رو کتما دیدیم. آره شعله و بارها میدیدیم و سنگام و شعله جزش مورد علاقت بود؟ آره قلعه و شعله یادم اون موقع خیلی این دوتا رو دوست داشتم. قلعه که فیلم خارجی بود فکر کنم، فیلم چیز بود، هندی نبود قلعه. چرا فکر کنم قلعه یه فیلم آمریکایی بود، یا اگه اشتباه نکنم تو شبکه ویدیو اومده. من تو ذهنم اینه که آره. قلعه یه فیلم، ولی فیلم شعله فیلم هندی بود. هندی هم به این اسم داشتیم، نمیدونم شاید داشتیم، من دارم اشتباه میکنم. ولی سنگام یادم دیده بودم اون موقع. آمیتاب بچن میدیم. آمیتاب بچن که تو شعله بود. سنگام راج کاپور دیگه. اونجا راج کاپور بود. آره راج کاپور. ولی به تو بیشتر به شعله می‌خوری تا مثلا. آره من سن سال من میشه. سن سال به شعله می‌خوری. سنگام نسل ماست. نسل شما نیست سنگام. آره ولی از اون موقع من میوردم مامانم اینا که اینم ببینید. اینم فیلم زمان ماست. آره زمان مامانتون بود دیگه. سنگام آره دیگه 43 بود دیگه. ما که 13 سالمون بود فیلم دیدیم. اون موقع خیلی فیلم فروخت. مثل شعله که بعد از انقلاب. و یادم اولین تئاتری هم که دیدم اومدیم تهران، شش جوجه کلاغ و یک روباه آقای غریب‌پور رو دیدیم. کار عروسک سایه بود. کی برده تئاتر؟ من... جان؟ کی برده تئاتر ببینیم؟ خدا بیامرز محمد خلیلی فر تو گروه اونا بود، از تئاتره سنندج بود، خدا بیامرزتش، و خیلی رفیق بودیم. باجه که سنش از من خیلی بیشتر بود. اون دعوتمون کرد و اون موقع احتمالا ما تهران بودیم. اینا رو خیلی خوب خاطرم نیست که چه جوری شده، ولی میدونم که به هر حال تهران بودیم و ما دعوت شدیم، اومدیم کانون پرورش فکری کودکان اونجا دیدیم. که بعد من کاستش رو خریدم و احتمالا بالای 400-500 با گوشش دادم. توی چیز توی سنندج که بودی توی دبیرستان نمایش بازی میکردی؟ از راهنمایی شروع شد. از راهنمایی؟ از چهارم ابتدایی شروع شد. جدی؟ من خیلی کمرو بودم، خیلی زیاد، ولی خب دوست داشتم دیگه. تنها زمانی که از با کمرویی رفتی وارد تئاتر شدی؟ با اجبار. چرا؟ معلم کلاس چهارم آقای قمری اومدن سر کلاس گفتن کی برنامه داره برای 22 بهمن. اون موقع من فعالیت فرهنگی فقط اون یه هفته 22 بهمن. بله. که چند نفر دست بلند کردن، معلم نمیدونم چرا گفتش که بودن تو چی؟ گفتم آخه من که نه، فقط عبدالی و اوسا رو من بلدم، از ادای عبدالی رو در بیارم. میام برنامه پخش میشد تو تلویزیون عبدالی اوسا. که یادم چهارم ابتدایی همون رو سر صف اجرا کرد. همین عبدالی و روستا رو؟ اوسا رو. تنها؟ یکی از دوستان گفت من میتونم اوسا باشم، گفتم باش. رفتیم که بعدتر چند سال از اون دوستم خبر نداشتم که تو دبیرستان بودم توی جشنواره دانش آموزی دیدم که همونم وارد تئاتر شده. این مقدمه ورود به تئاتر بود. این مقدمه ورود دیگه تو راهنمایی خیلی بیشتر جزم شده، جزو سرگروه تئاتر مدرسه شدم. راهنمایی بله. معلم پرورشی خیلی فعالی هم داشتیم. معلم چیتون؟ پرورشی. پرورشی. و بقیه معلمام واقعا خیلی دلم می‌خواست یه فضای باشه ازشون تشکر، چون خیلی تو مسیری که من الان اینجا هستم کمک کردن. یعنی کمک کردن که اون تو بری تئاتر هم بازی کنی و درس. من آقای شاه غیبی معلم زبانمون هیچ وقت یادم نمیره. میگفت بچه‌ها درس خوب گوش بدین که 10 دقیقه قبل این کلاس تموم، تا اون موقع درسمون تموم شه. اگه زود گوش بدین همه رو و بپرسم بلد باشین، 10 دقیقه یه رو به آخر میذارم هوتن تئاتر اجرا کنه براتون. تو سالن تو تئاتر کلاس؟ آره. چه جالب. و تقریبا انقدر بچه‌ها ذوق داشتن معلمی میگفت آقا سری سری درس بدیم. تکی نمایش اجرا کردیم. تکی یا با بچهای دیگه یه گروه تشکیل داده بودیم با هم دیگه تئاتر. خودت می‌نوشتی یا از کارهای دیگه؟ با هم تقریبا آیتمی، در حد آیتمی، یا حتی نقد خود مدرسه رو می‌گفت. کمدی؟ کمدی جدی. بیشتر تخصصت چی بود؟ کمدی یا جدی؟ کمدی بیشتر. کمدی؟ آره. بیشتر دوست داشتم کمدی. کمدین مورد علاقه داشتی؟ چاپلین. چاپلین؟ خیلی، هنوزم که هنوزه. فیلم های چاپلین تو ویدیو دیده بودی دیگه؟ آره، اکثرش آره، دیگه ویدیو دیده بودم و هنوزم الان پکش رو دارم تا جایی که تونستم جمع کردم. از لوره و هاردی چرا خیلی زیاد. من میگم که چاپلین کلن برام آره یه اسطوره بوده و هست. باستر کیتون چی؟ اونا هم میدیدی؟ چرا آره اونا خیلی. یعنی تمام کمدی کلاسیک های میدیدی؟ تقریبا. کمدی جدید چی؟ مثل نورمن، جری لوئیس اینا؟ چرا اونا رو هم میدیدم.
و حتی باز جدیدترش هم آره 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 اونا حالا اون دوره جیلویز اینا که مال ما دوره ما آره بعد از اینم دوره شما بازیگری کمدی زیاد داشتیم آره پس میدیدی کمدی آره خیلی دوست داشتم عشق کمدی بوده جدی جفتشو دوست داشتم این الانم جفتشو دوستم ولی کلا یه خورده روحیه فانتزی دارم در خودت در خودم یعنی بعضی موقع حتی شده تو فضایی که احساس کنم حال تراژیک داره احساس کنم همون اندازه که یه چیزی میتونه تراژیک باشه به همون اندازه میشه بهش خندید و برعکس همین گفتم بودی؟ خیلی نه خیلی هم بلدش نیستم جالبیش نه علی گرم کردن فضای دوستانت بود یا نه؟ تو راهنمایی اینا آره هر چی سنم بالاتر رفت کمتر شد کمتر شد یعنی بچه بودی بیشتر چیز بیشتر بود آره نه دیپلم سنندج گرفتی؟ دیپلم سنندج گرفتم بعد دیگه پیش دانشگاهی هنر خوندم تو سنندج اومدم دانشگاه سوره اونجا تهران و خانواده اومد تهران؟ نه اونا تو اومدی تهران؟ من اومدم تهران خونه گرفتی اینجا؟ بله و یه مصاحبه من جالب کردم که جا داره اینجا بگم تشکر ویژه‌ام از خانواده‌مه چون من بابام مخالف بود برای اینکه میگفت از تئاتر نون در نمیاد از سینما و تئاتر میگفت نون در نمیاد الان کمی در میاد بله اون یه روزی تو دبیرستان بودم این بگم ترک نه ترک اینم چون روسر منه و میشه که قطع کنی ببینی برنامه چیه این آره برنامه زنده است پیش میاد قطع کنی برنامه رو ببینیم چی خب داشتی میگفتی از پدرت تشکر میکرد آره از پدرم و مادرم و خانواده‌ام من پدرم گفتش که نمیتونی یعنی پول در نمیاد از هنر ولی سوم دبیرستان بودم اومد بهم گفتش که احساس میکنم الان دکتر مهندساشم بیکارن برو تو رشته بیکارش رو که دوستش داری خیلی جمله عدیبانه بی نظیری آره خدا سلام برسیم من... به پدرت سلامت باشی شد آره خیلی جمله عدیبانه زیبایی آره راست و بر... من تو رشته آره. که دوستش دارم و خدا شکر بیکار نشدم نه خب آره خب تا قبل از اینکه بیای تو این رشته تئاتر حرفه‌ای اجرا کرده بودی یا نه؟ خودم با گروهی که داشتم کجا تو سنندج؟ تو سنندج ولی خب در واقع میتونم بگم که حرفه‌ای ترینش دیگه از موقع شروع شد که وارد دانشگاه شدم تو تهران تو دانشگاه با کی آشنا شدی و استادا کیا بودن؟ استاد خیلی زیادی داشتم مهمترین من از فرزان سجودی استادم بوده خانم شکوفه ماسری خانم قاسمپور آقای مهندسپور از همت هم بود استادتون؟ دقیقا دوره که ما اومدیم تو سوره آقای همت رفتن آها چه سوره میدونستم اون بله یه اتفاقاتی افتاد که یه خورده کم شدن استاد سوره ولی خب من سعی میکنم استفاده کنم یعنی آقای خدا رحمتشون آقای سمندریان یه دوره اومده بودن تو سوره من باهاشون کلاس نداشتم ولی میرفتم سر کلاساشون میرفتی سر کلاس آره گوش میدم گوش میدم خب اونجا کی باعث شد که وارد تئاتر حرفه‌ای و جدی بشه من توی یک جشنواره یک تئاتر اجرا کردم که اونجا حسن معجونی سیامک سفری مهتاب نصیرپور و آقای یعقوبی داور بودن توی این نمایش خودت توی همون بچه های سوره کار کردی؟ من بازی میکنم برای یکی از بچه ها توی تربیت مدرس تربیت مدرس کارگردان بچه فوق لیسانس اونجا بود کارگردان کی بود؟ شیما صادقی ویولون هایتان رو کوک کنید خیلی خوشحالم من حافظه اسمیم خیلی بده ولی خدا رو شکر هر چی پرسین اسما یادم اومده امیدوارم من میره ادامه داشت بعد ویولون هایتان رو کوک کنید و جشنواره اجرا کردیم که من اونجا که با نویدم همون جشنواره آشنا شدم نوید محمدزاده اون چی نمایشی بازی میکرد؟ اونجا دو دلقک و... نه ای وای شروع شد چش زدم بلش کن بارو بریم ای وای حالا یادم میاد ایشون خیلی هم بازی جذابی داشت من چون نوید کرد بود با هم رفیق شدیم تو جشنواره اونم کرد دیگه آره. که نوید جایزه دو بازیگری گرفت تو جایزه یک بازی اومد و اینجا با سه رو اعلام کردن دو رو اعلام کردن بعد یک من یک گرفتم ولی نوید اومد بالا و کردی شروع کرد به من تبریک گفتن قبل اینکه اصلا جایزه اعلام بشه که این جایزه مال توی کردی شروع کرد با ما حرف زدن اون چه جالب خوب آره من از جز خاطرات شیرینمون اون اونجا مطرح شدی به عنوان یه بازیگری که استعدادی داره و بله به حال یه جایزه گرفت خب ولی باز من هی دیدم که اتفاق عجیب غریبی نمیفته در حد یک جایزه بود
خب من یه 7-8 سالی لیسانسمو کش دادم که بتونم بیشتر بمونم تهران و کار کنم. نه این لیسانس به 4 ساله نگرفتی؟ 8 ساله کشش دادم. هی پایان نامه نگه داشتم، هی پایان نامه هی دیگه. پایان نامه چی بود؟ شهادت پیوتر اوه 12 تا بازیگر داشتم. من کارگردانی میخوندم لیسانسم که نویدم مثلا برام بازی میکرد. جدی چه خوب. آره آره آره. نویدم مثلا تو پایان نامه. بعد تو این 8 سال آشنا شدی با کی؟ با مجونی؟ آقای مجونی یک سال و نیم بعد اون جشنواره به من زنگ زدن که یادم حتی اول گفت حسن مجونی، من فکرم یکی از دوستام داره ادای حسن مجونی رو در میاره. شروع کردم باهاش شوخی کردم، بعد وسطش دیدم که مثل که واقعا حسن مجونیه. دعوتم کرد برای اجرای به خاطر اینکه مش روبل سال 88 و با هم دیگه اجرا رفتیم، که البته قبلترش سیامک سفری منو دعوت کرد به کار رومولوس کبیر نادر برهانی مرند. آه. که بعدش رفتم سر کار جنگیر کوروش نریمانی. پس خیلی قبلش رفته بودی؟ آره. آره. تو همون سال، ولی همون سال 88 یا اصلا اتفاق اونجا افتاد. اتفاقات زیادی افتاده تو 88 که یکیش این بود که من تئاتر تو همه تئاتر تو سال 88 من اول اجرا عمومم سال 83 رفتم. که اجرا چی بود اول اجرا؟ تا حالا شده شب امتحان بلای سرت بیاد که نفهمی چی داری میخونی؟ این بود یه تیتر بلندش. کار روح‌الله صدیقی 83 اجرا رفتیم که دیگه بعدش من اجرامو اصلا نداشتم تا سال، چون من ورودی 81 بودم سوره، 88 دیگه اون سه تا اجرای اصلیم شروع شد و بعدش دیگه همکاریم با حسن مجونی با کوروش نریمانی ادامه پیدا. اینا یعنی شد که قضیه شد که بعدتر ما یه گروه تئاتر تشکیل دادیم به اسم گروه تئاتر تازه، یوسف باپیری، اشکان خیلی نژاد، نوید محمدزاده، آرمان کوچکی و من. با نوید بودیم بس تو تیتون. بله آره. خیلی با هم فعالیت با هم چون به دلیل کرد بودین به دلیل که عادتتون صدا شروعمون اینجوری بود، ولی خب من خیلی بازیشو دوست داشتم واقعا. خب قبل از اینکه اصلا وارد بازی بشی اومده بودی تهران، تئاتر جدی دیدی که رو تاثیر بذاره؟ من خیلی کم تئاتر یعنی ندیده بودم راستش بخوام، همون کار کودکی بود که دیده بودم و بیشتر فیلم و فیلم کوتاه و انیمیشن اینا میدیدم. حالا اون موقعی که اومدی تهران فیلم ها رو جدیتر میدیدی دیگه؟ آره دیگه، بعدش دوره دانشگاهی میدیدم. فیلم مورد علاقه چی بود دیگه؟ رسیدیم به دهه 80 دیگه، به دوره اصلاحات. اون موقع قرمز شوکران یادم مال اون دوره بود دیگه، درسته؟ بله بله، هر دوست من بود یادم. شوکران، قرمز، دو زن اینا دیدی؟ آره یادم، اون خیلی فیلم های خوب اینا یاد خیلی. آره. فیلمی که خیلی خیلی رو تاثیر گذاشته و بازیگری که تو سینما خیلی خیلی رو تاثیر گذاشته. من فیلم نفس عمیق رو خیلی دوست داشتم. بله فیلم خوبیه، خیلی فیلم و احساس می‌کنم اصلا دیگه انگار نمونهش ساخته نشد. خیلی فیلم خوبیه مثلا، خیلی فیلم خوبیه. من خیلی و البته کلا اون دوره فیلم‌ها خیلی فیلم‌های تاثیرگذاری بود و فکر می‌کنم فضاهای متنوعی هم تو سینما بود. بله، هر کسی با سلیقه‌های متفاوت فیلم می‌ساخت اون دوره. 76 تا 80 4 سال اول یه جوره، 80 تا 84 4 سال دوم یه جور دیگه است. ولی به هر حال دو تا 4 سال غریبی است برای سینما که حالا میشه راجع بهش حرف زد و خیلی چیز کرد. و ولی تو دیگه در تئاتر جدید افتاده دوره آقای احمدی نژاد دیگه، دوره آقای احمدی نژاد. تو از 84 به بعد دیگه تو دوره اصلاحات بازی نکردی تئاتر اصلا؟ میگم همون 83 یه اجرا رفتم، ولی خب بیشتر کار پایان نامه میکنم، یعنی تو دانشگاه فعال بودم. آخرای دانشگاه هم که دیگه پایان نامه رو دادم یه جورای جواب اون سالها یه جورای صبر من بود. من خیلی صبر کردم، خیلی صبور بودم، شکیبا بودم. خیلی خوبه. آدم صبر باید بکنه تا به اینجایی که بتونه. فوق لیسانس چی خوندی؟ بازیگری خوندم. کجا؟ دانشگاه هنر؟ سینما تئاتر. سینما تئاتر. اونجا بود استادای مطرحی داشته، استادای چیزایی داشته باشین دیگه، مطرح ترینشون استاد که خیلی اونجا زیاد داشتیم. البته من غیبت زیاد میکردم. چرا؟ برای که تئاترش رو میکردی دیگه. اون موقع آخه خیلی درگیر کار شده بودم. ولی اول مراعات هم میکردن دیگه. آقای کشم فلا خدا بیامرز، خدا بیامرز، حمید رضا افشار. بله. و خیلی استادای زیادی داشتیم. یاد گرفت. اون وقت موقع تئاتر، اون موقع دیگه نمایش به طور جدی میرفتی سال موقع دیگه؟ بله دیگه. نمایشای جدی رو میدیدی دیگه. بله. چه نمایشی غیر از نمایش خودت رو خودت تاثیر گذار؟ من کار آقای کوهستانی رو خیلی دوست دارم. بله بله بله. خیلی خیلی زیاد. یعنی خیلی نزدیک به سلیقه من. نه. کار نکردی؟ نه. تو با نادر برهانی مانند اینا کار کردی؟ کار کردم با حسن مجونی 5-6 تا اجرا براشون بازی کردم.
با گروه خودمون که یوسف با پیری باشه باز 4-5 تا کار. با 4-5 تا که تو و نوید با هم بودین دیگه؟ یا بیشترش رو نوید بوده، بیشترش رو بوده. نه خوبی هم بود، سنه خوبی رو ضبط کرده بودن. اولا که من راجع به این سنه بپرسم، این شعرهای خود نمایشه یا شعرهای پیش پرداخونی هم هست؟ اینا حالا چیزایی که چون بر اساس ما فیلم کارولوید بیشتر اقتباس کردیم، در واقع تقریبا میشه گفت ترجمه شعرهای اونجاست، ولی خب با تغییرات قطعا. با تغییرات؟ چون خیلی ما رو برد تو پیش پرداخونی های قدیم. یعنی من برد تو کوهستانی زحمت کشتم، بود محمد رضا کوهستانی زحمت ترجمه شعرها رو کشتم با یکی دیگه از دوستاشون که من اسمشون رو یادم نیست. ولی خب باز توی تمرین های جایی ممکن بود یه تغییراتی تو صورت، چون یه جام تو شبیه اصلا مثل پیش پرده هم اجرا کردی. حالا من البته این تیکه فیلم های توی فیلم کارلوید یادم نمیاد. نه نیست، یعنی چیزی نیست تو جایشو. خب ما یعنی یه بخشایی که مربوط به اجرای خودمونه، یعنی کاملا تصمیم گرفتیم که این مدلی اجرا بشه، یعنی یه فاصله گذاری باشه و من شوخی میکنم با ارکستر. یه خود نمایشی تر، یکی از بهترین صحنه‌های نمایشه و لذت بخشترین صحنه نمایشه. و در واقع یاد کنیم از پیش پرده خوانای مثل مجید محسنی، مثل حمید قنبری، مثل عزت الله انتظامی، مثل مرتضی احمدی که در واقع دوره‌ای مثل همین قضیه جلوی تئاتر پیش پرده خوانی می‌کردن و در واقع جذب می‌کردن تماشاگران. فاگین از اول به تو پیشنهاد شد؟ اول ظاهراً من اول که این پیشنهاد به من شد، قبلترش یه بحثی صورت گرفته بود که اصلا کامل مطرح نشد. بعد من کلا سر لیسانسه ها بودم، درگیر اون سریال بودم، داشت تموم میشد، دوباره به من گفتم. من فهمیدم که آقای حامد بهداد برای همین نقش فاگین بوده که ظاهرا درگیری کاری پیدا کرده بود و نتونست. همین الان بهش سلام میکنم، دوست عزیز من، که من دیگه این سعادت نصیبم شد که توی این اجرا باشم. خب من حرفت قطع میکنم، آقای حسن معجونی روی خط تلفن ما هستن. آقای معجونی سلام عرض میکنم، خسته نباشید. من مخلصم شما، صداتون رو میشنوم. ان شاءالله که شما را شمال ببینید، تهران ما زیادتر شما رو ببینیم دیگه. بعد آقای معجونی، ما میخوایم راجع به اوتن شکیبا شما تحلیلتون رو ما بدین. در مورد ولی شما که ماشاءالله هوش بسیار زیاد و بفرمایید. سالهایی که باش کار میکردی آقای معجونی، اون سالها خاطری از اون سالها داریم با هم کار میکردیم، یعنی شما کار میکردیم با ایشون؟ یه خاطری کوتاه هست از آشنایی، فکر میکنم بعدن تعریف کنم. اما داستان این که خب خاطره واقعا خیلی زیاد دارم، به خاطر اینکه از زمانی که در واقع کوتاه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم کارهای حرفه‌ایش رو تقریبا فکر میکنم با من شروع کرد، اگه اشتباه نکنم. چون من هوتن رو موقعی تو داور بودم تو جشنواره دانشجویی دیدم و از
کم بازی داشت ولی حیرت انگیز بود و حس میکردم که این خیلی بازیگر درجه یکی میشه و واقعا هم هست شد توی تئاتر و خب خیلی هم کار کردیم با هم دیگه و به نظر من بیشترین خاطرات خوشی که دارم مال مربوط به تئاتر مپرسک هست که هوتن نقشه سگ رو داشت بازی میکرد که به نظر من هنوزم که هنوزه یکی از درخشانترین نقشایی هستش که ارائه داده و واقعا خیلی خیلی خوب بود اونجا. مرسی. آقای مجونی اشاره کردی تاکید کردی روی هوتن در نقشای کمدی، در نقشای جدی چی آقای شکیبا؟ ببین جدی من یه دونه کار ازش دیدم که اصلا عالی بود، اسم کار یادم نمیاد، فقط یادم در موردش با هوتن صحبت کردم، کاری که تو تالار حافظ داشت اجرا میرم و اصلا از اون تیپ بازی ها بود که تا آخر اجرا من اصلا هنوز باورم نمیشد هوتنه. اون پیره مرده رو میگه آقای مجونی؟ بله پیره مرده رو داشت بازی میکرد. یه کار جدی بود و خیلی به اصطلاح خودمون از اون بازیایی بود که فوق العاده ساخت و ساز داشت و اصلا نمیتونستم من بشناسم هوتن رو، هم صداش هم رفتاراش اصلا خیلی درجه یک بود تو اون کار. ولی کار کمدی میدونین که کار کمدی خیلی کار سختیه، یعنی بازیگر کمدی عین آب خوردن براش لحظه تراژیک رو بازی کردن، اما بازیگر تراژیک بعید میدونم بتونه کمدی رو خیلی خوب بازی بکنه. اینه که از کمدی دارم صحبت میکنم به لحاظ ارزشی برای من توی بازیگری توی لول تاپ قرار داره. در واقع آقای مجونی الیور تویست رو دیدیم با من هنوز متاسفانه رش نمیذاره رش نمیذاره خودمون ببینیم آقای مجنی دلمون تنگ شده. اونجا قرار بود اجرای نمایش بذاریم، من یه برنامه دیدم که داری تمرین میکنیم با بچه های تئاتر. بله از... اون اجرا شد، همون اجرا رو الان میارم برای فرد، در واقع چخوف به زبان گیلکی. آه دیدم یه تیکش تمرین شد دیدم. آره بله همون کار در واقع تو فستیوال پرجرم هست. اصلا قراره اونجا تو رشت اجرا کنی، خاطرات تئاتر رشت رو زنده کنی، تئاتر رشت خانم سوسن تسلیمی و دیگر دوستان. بله رشت خیلی من امیدوار هستم که بتونم بوتن رو بکشونم رشت دیگه برنمی کرده. امیدوارم این اتفاق بیاد. البته من در واقع تصدیق کنم خانم منیره تسلیمی مادر خانم سوسن تسلیمی یکی از بازیگران معروف تئاتر رشت بودن در واقع که در این شال فوت کردم و نیستم. الان پس اون تئاتر داری اجرا میکنی، هنوزم فیلمی قرارداد نداری؟ آره من نه دیگه، خوک در واقع آخرین کارم بود، با دو سه تا پروژه صحبت کردم فعلا، هیچ انتخابی نکردم چون متاسفانه اکثرا دلشون میخواد تهران باشه و من از تهران فراریم. اگه قطعا میدونم یه کاری توی شما باشه یا یه جای دیگه ایران، فکر میکنم سریع قبول بکنم. ببینم اتون سنندج. بله. و امروز ببینیم اتون آمه که آب و هوای سنندج چقدر بد شده. آره فعلا نمیریم، خوب شد میریم. فکر میکردم به هوتن داشتم فکر میکردم. خیلی متشکرم آقای مجونی، براتون آرزوی موفقیت دارم. لطف کردین که آمدین. قربونتون برم. خدا خدا نگهدار. خدا خب اون خاطره هم که میگم مربوط به همونی که گفتم، تلفن زنگ خورد و گفتش که سلام آقای شکیبا. گفتم بفرمایید. بگم کی؟ ادای حسن مجنی داره در میاد. میگم من محمد حسن مجنی. من میگفتم خب دیگه چی این مدلی باش حسن. وسطاش فهمیدم که حسن بس خاطره گیری. خب فاگینی پیشنهاد کردم به آقای حامد بهدادشون بازی نکرد، گرفتار. بله. بعد به تو پیشنهاد کردم. بله. پیشنهاد کردن، گفتن که فقط خوندن. گفتم من تا حالا تو زندگیم نخوندم، خواننده نیستم، صدایی هم ندارم تا جایی که خودم میدونم، ولی شاید در حد معمولی باشه. چرا تمرین کردم؟ ولی خب فاگین رو دوست داشتم خیلی. میشناختی نمایشو؟ میشناختی نمایش موزیکال چی که فکر نمیکنم بشناختی؟ نه اونو ندیده بودم. جدیشو فقط من فیلمای قدیم که بچه بودم دیده بودم. فیلم دیوید لین رو دیده بودی فکر میکنم. نسخه هایی هم که به هم دادن موقع تمرین رو عمدن ندیدم. این نسخه چیز کالوری رو ندیدی؟ ندیدم نه. این ترجیح دادم همون بکراند ذهنی کودکیم بمونه و اصلا چیز جدیدی نبینم، دستم باز باشه خودم یه کاری باش بکنم. و یه ادامه دادیم و یه دیدم خیلی جدی شد با ارکستر و خیلی سخت شد و
وقتی آهم یا یعنی رهبر ارکستر اومد با تو تمرین کنه صدا و این چیزا؟ بله، هم آقای قضات صدا رو با من تمرین کرد، هم آقای بردیا کیارز جز به نظرم نابغه های ایرانه، باشون تمرین کردیم. البته خب آقای پارسایی هم خیلی همکاری میکرد، دوست داشت که همون جوری که واقعا دلمون میخواد کار بکنیم و شد اجرایی که به نظرم مردم خیلی حال خوب ازش میان بیرون. من حرفت قطع میکنم، بازیگر نقش نانسی خانم مهناز افشار پشت خط هستن. خانم نانسی، خانم حالتون خوبه؟ سلام، سلامتون بخیر. بله خوبی، میدونم از سر کار اومدین و خستم هستین. بله. ولی امیدوارم که همیشه اسم ساما و هوتن شکیبا بیاد دیگه، خستگی معنی نداره. خب سلام عرض میکنم. آره. سلام آقا، خیلی مخلصیم. خسته نباشی آقای فاگین درجه. دلمون تنگه بریم رو صحنه زودتر. خیلی زیاد، خیلی باقی من فکر نمی کنم که انقدر زود دلم تنگ بشه، ولی لحظه شماره میکنم. بهت گفتم نانسی. خب نانسی خانم، راجب فاگین توضیح میدی برای ما باشه بازی هوتن شکیبا نظرتیم؟ بله قطعا. ببینیم، من خب هوتن شکیبا رو توی هم توی فیلم سینمایی، هم در سریال و هم در تئاتر دورادور خب برای کارهاش دیده بودم و خب خیلی به عنوان یک مخاطب اصلا در محله اول به عنوان یک مخاطب خب تحسینش میکنم و خیلی لذت میبردم. اتفاقا این هم به خودش گفتم روز اولی که من آمدم تمرین و دیدمش، گفتم بای خدای این آدم شیرین چقدر بد اخلاقه و اصلا دوستش نداشتم. گفتم باید من تمام این مدت شست اجرا باید با هوتن شکیبا کار کنم، منم در ارتباط با تئاتر خب خیلی استرس و اینها هم دارم. ولی الان به خودشونم گفتم، واقعا اعتراف میکنم، یکی از بهترین همکار و دوست و یک مرد خردادی درجه یکه و فاگین ساخته که فکر میکنم واقعا من حداقل توی تئاتر توی این تیپ ها و این شخصیت ها و این کرکتر ها ندیدم. یعنی تمام صحنه‌ای که من با فاگین دارم بی اغراق و بی تعارف آقای جیرانی واقعا یه جاهای یادم میره، مثلا محو کاراش میشم و اصلا خودم به عنوان یک مخاطب تحت تاثیر قرار میگیرم و بعد خودم میام که خب نه من نانسی ام، من رفتار که نیستم و خب خیلی لذت میبرم. شنیدم داشتم خب آقای قضات و آقای برجه که از تمرین کرده بودم با منم تمرین کردی سنجا؟ نه صدا رو داشتم میگفتم فقط. بله صدا رو دارم. و تکانی درجه یکی در یکی از صحنه ها واقعا دیگه فکر میکنم همه مردمی که آمدن این کار رو دیدن فکر میکنم همشون معتقد هستن که یکی از نقاط فوق العاده برجسته و مهم به این نمایش حضور هوتن واقعا در شما کنار شما خانم افشار عزیز. نانسی هم خیلی خوب بود، نانسی هم خوب بود، ما نانسی هم دوست داشتیم. شما ها بگین دیگه، چون آره بیل ساکس هم دوست داشتیم، ولی اینطوری نیست که نانسی بیل ساکس هم دوست داشتیم. البته من اجرای بیل ساکس آقای نوید محمدزاده رو ندیدم، اجرای آقای چنگیزی دیدم. آره خب قول دادین که به ما بیاین. حالا مثل که دوباره اجرا میکنیم. بله مثل اینکه بله 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 حتما ان شاء الله تشریف. حالا میایم اجرای نوید هم ورژن نوید رو ببینیم. ورژن نوید ما که هستیم همون قدیمی ها، ولی خب ورژن نوید هم شما ببینیم. من متشکرم ازت مهناز افشار عزیز که در اوج خستگی بعد از فیلم اومدی و راجب فاگین ما که بسیار خوب بازی کرده صحبت کردی. تو فاگین فیلمو دیدی؟ تو فاگین فیلمو دیده بودی؟ بله بله من دیدم و اتفاقا خیلی جالبه وقتی تصویریم شد و آمد در صحنه، واقعا من برای من خیلی نزدیک بود به اون شخصیت و اون کاراکتر، چون اگر اشتباه نکنم بازیگر نقش فاگین تئاتر رو هم خودش بازی کرده اگر اشتباه نکنم. منم فکر کنم اینو شنیدم. من آره من فکر می‌کنم تئاترش هم همون بازیگر بازی کرده بود و آره دیده بودم و خیلی آشنا بود. می‌دونید اتفاقی که اتفاق خیلی خوبی که افتاده در این نمایش موزیکال الیور تویست، من فکر می‌کنم مخاطب برای بار اول با یک مجموعه مواجه میشه که یک کار گروهی رو داره می‌بینه، یعنی هممون در خدمت این نمایشیم و خیلی جالبه که هممون دغدغه همدیگه رو داریم. بارها برای منم پیش اومده که خب حالا یا دیالوگ یادم رفته از متن یا یه اتفاقی برام افتاده یا سوفم گرفته یا هرچی، از بچه های کوچیک بگیرین تا تمامی بازیگرا و خود هوتن نوید، همه حواسشون به هم هست و من واقعا لذت بردم از این نمایش و
ما هم لذت بردیم واقعا. خانم افشار، من بگم که تا خاطره‌ای که من تو 50 سال دارم، تا دیدن از سالهای 50 حالا دهه 40 من تهران نبودم، من یادم نمیاد که نمایشی به باشکوهی الیور تویست در صحنه اجرا شده باشه، چه قبل از انقلاب و تا حافظه‌ای که من دارم. حالا تئاترها حافظه بهتری دارن. من فکر نمی‌کنم مثلا این چنین موزیکالی اجرا شده. من البته اپراهای تالار وحدت رو نمی‌دیدم، تالار رودکی سابقه نمی‌دیدم، ولی نکته اینجاست که من فکر نمی‌کنم رو صحنه ما نمایش موزیکال ایرانی مثل بنگاه تئاترال داشتیم که خیلی هم خوب بوده، ولی نمایش موزیکال به شیوه فرنگی با این که استفاده بسیار زیبایی از دکور و طراحی رخ داشتیم، ولی واقعا تو این حجم نداشتیم اصلا. من یادم نمیاد، یادم نمیاد اصلا نمایش موزیکال خارجی شکلی فرنگیش یادم نمیاد. فکر کنم یکی دو تا اجرا رفتم. بله داشتیم فرنگیشا، ولی من یکی دو تا کار یادم دیدم، ولی به این اندازه بزرگ و به آره من فکر کنم بزرگترین واقعا اجرا موزیکالی. من یادم نمیاد. ولی من به شما هر دو به شما تبریک میگم خانم، شما بسیار بازی خوبی داشتید و دلم میخواد شما تئاتر رو ادامه بدید بدون دغدغه و بدون اینکه فکر کنید و استرس داشته باشید. خب شما گفتین آخه حالا راحت باشید. اخلاقای خردادیش بذاره مهناز، ما میبریمش تئاتر برام نمیذاره. خیلی متشکرم خانم افشار. مرسی خانم افشار عزیز. مرسی. ما هم کیف میکنیم کنار شما. خب اجرا رو در واقع تمرین‌ها رو باید کردن و حالا اومدی برای اجرا. خود تیپ رو انتخاب، یعنی تیپ رو خودت انتخاب، این شکل تیپ و اینا رو. من تا لحظه آخر حتی صدا اینا رو هی میگفتم فعلا چیزی انتخاب نکنم، هی تمرین میکنم ولی میگفتم اجازه بدین به من که چیزی انتخاب نکنم که بذاریم یه خورده ته‌نشین بشه، که دیگه آخرا به این نتیجه رسیدم که من صدامو از زیرترین حالت ممکن تا بمترین حالت ممکن هی تو نوسان نگه دارم، چون احساس میکنم خب آدم خیلی ملونه، هی رنگ عوض میکنه، خیلی احساس شجاعت میکنه، سری همونجا میترسه. اینو تو صدا و توی فیزیکش هم آوردم، یعنی یه جاهای خیلی ممکن بود جمع و اینا باشه، یه جایی هم خیلی، یعنی اصلا نذاشتم یه چیز ثابت ازش ببینیم، هی سعی کردم با این صدا و با این فیزیک بازی کنم. خیلی خوب بازی کردی. البته ما یه چیزی هم اینجا بگم، الیور تویست هنوز ما شروع نکرده بودیم، یه سری انتقاد کردن از همون. بله گفتن این چه اجراییه، گفتم اجازه بدین اجرا بریم. ولی وقتی که اجرا کردی انتقادات تموم شده، کسی انتقاد دیگه نتونستن به نظرم انتقاد کنن بابت این که دیگه تماشاچی ما اجرا برای کارگردان تو انتقاد کردن که حالا مثلا آره چرا فضا عوض کرد. من میگم که ای کاش نقدمون به جایی برسه که ما بدون در نظر گرفتن نفع شخصی خودمون چیزی رو نقد کنیم، یعنی من اگه این دولت رو نقد میکنم، دولت قبلی رو نقد میکنم، جدای از منافع شخصی خودم باشه، چون من الان منافعم توی این دولت ازش دفاع نکنم، نقد منصفانه بکنم، نقد منصفانه کنم. چون من میگم که خیلی از دوستانی که ما رو نقد میکنن اگه خودشون توی کار بودن سینه سپر میکردن برای این کار. این خب یعنی چی؟ ولی نمایش انقدر با تأثیر گذاشت و انقدر موفق بود که من بعدش توی هیچ روزنامه‌ای فکر میکنم نقد منفی ندیدم. نه خدا رو شکر. آره من ندیدم. تا اونجایی که من حافظم یاری میکنه. چون من از یه گروه کاملا حرفه‌ای جمع شده دوره هم و این از خوشمندی آقای پارساییه که تو هر حوزه‌ای آدم‌های حرفه‌ای اون کار رو چیده و هممون به نظرم کل گروه که همه من خیلی هاش اصلا استادای من آقای پسیانی و بقیه بچه هایی که حالا بخوام اسم ببرم خب خیلی گروه گسترده ای. شما هم با آقای چنگیزی تمرین میکردی، هم با نوید، هم با نوید بعد، یعنی دو تا رو با هم چنگیزیان سعید چنگیزیان، یعنی سعید چنگیزیان ببخشید من اشتباه کردم، ایشون هم بازیگر بسیار خوبی هست. بله شما اینا یعنی یه شب با ایشون تمرین میکردی، یه شب با ایشون. بله تمرین ها با هم بود، حتی در یک روز با دو نفرشون تمرین میکردیم، ولی خب تصمیمی که همه موافق بودیم، خودشون هم مصر بودن، این بود که کلیت حفظ بشه ولی کاملا تو جزئیات دستشون باز باشه که هر کدومشون بیل ساکس خودشو بسازه. آه یعنی تو جزئیات دست خودشون باز، یعنی میدونم که خب قطعا شاید این برای مهناز افشار و من یه خورده سخت تر بود چون بیشتر بازیامون با بیل ساکس بود. آه. ولی خب ما هم کاملا اینو دوست داشتیم و استقبال کردیم، گفتیم بذاریم ما هم با دو تا بیل ساکس متفاوت بازی کنیم.
من الان رابرت نیوتن توی بیل ساکس الیور تویست دیویدین یادم نیست، ولی الیور رید بیل ساکس کارل رید یادمه. خیلی نگرفت اون بیل ساکس اونجا نگرفت، اونجا هم ران مودی گرفت توی در واقع نقش فاگین و خیلی هم موفق شد و اسکار گرفت دیگه. هم ران مودی گرفت، همون پسر بچه‌ای که شما رو در واقع خیلی خوب بازی می‌کرد. نابغه بچه‌ای که من باهاشون هم بازی بودم توی الیور تویست واقعا خیلی جذابن این بچه‌ها و این خیلی خوشاینده. تو میگی آینده تئاتر و سینما و هنرمون میتونه باشه. دست گرفت از اون پسره. اسمش چیه؟ یه بار گفتین، یه بار دوست دیدم. محمد شاکری نقش داجر رو بازی میکرد. نقش الیور تویستی که بازی میکرد. ما دو تا الیور تویست داشتیم. ایلیا نصراللهی و آرمان، فامیلیشو یادم رفت. آرمان و ایلیا بازی میکردن که هر کدومشون اون ویژگی خودشونو داشتن و از کوچکترینشون که اون حالا من بهش میگم فندق بازی میکنن تا مثلا آدمی که یه خورده حالا بزرگتر بودن و من همونجا میدم پشت صحنه درساشون رو میخوندن تو پله های پشت وحدت میشستن درساشون رو میخوندن همون رو میبادن دوباره تو صحنه. یه بازیگر دیگه خوب بود، موفق بود که بازی نقش رو میکرد دیگه، دارش موفق بود، دارش موفق بود، سه تا نقش بازی میکرد. خیلی خوب بود اونم، خیلی اونم من واقعا خیلی خوب بود. آتیلا هم خیلی آره، همه دارش موفق هم خیلی بود، امیر کاوه همه بچه ها واقعا. یعنی من واقعا رفتم به کارگردان گفتم، گفتم من فیلم الیور رید دیدم خسته کننده بود، ولی نمایش شما بسیار جذاب بود. من فیلم الیور رید سال 68 اکران شده، سال 49 به نظرم آخه الان یه اتفاقی افتاده و باید ادامه دار هم باشه. یه مدت یه بحثی پیش اومد، گفتم بازیگرای سینما برای چی دارم میان تئاتر؟ من فکر کنم که اگه اینجوری باشه خب اونا باید بگن که بازیگر تئاتر چرا دارن میان سینما، میتونن چنین چیزی قائل باشن دیگه. قطعا اینا خیلی بحثایه به نظرم کوچیکیه. بازیگری که خوبه میتونه تو هر حوزه خودش رو نشون بده، همونطور که به نظرم اینا فقط مدیوم های مختلفن و ما بازیگر خوب و بد داریم که میتونن حالا تو مدیوم های مختلف خوب ظاهرشن یا بد ظاهرشن. من کاملا استقبال میکنم از حضور بازیگر سینما در تئاتر، فقط ماجرا اینه که به هر حال باید قاعدش رو یاد بگیرن، همونطور که ما از تئاتر میریم قاعده سینما رو سعی میکنیم یاد بگیریم، تکنیک هاش رو سعی کنن یاد بگیرن و اگه به با حس یاد گرفتن و کیف کردن با تئاتر دارن میان چی از این بهتر. آقای زنجانپور شما تو نمایش آقای زنجانپور بازی کردیم موقع در نه بازی نکرد. فکر کنم قرار بود مرتضی اسماعیل کاشی براشون بازی کنن که کارگردان 100% ما اونجا احتمال بحثه. آقای زنجانپور تو برنامه هفته قبل اشاره کردن به اینکه در واقع خیلی موافق تئاتر شکل‌گیری تئاتر خصوصی نبودن. یعنی معتقد بودن که در واقع تئاتر باید با حمایت دولت ادامه پیدا کنه و تئاتر بیشتر مرکزی است برای تفکر تا مثلا جذب تماشاگر. الان تئاتر خصوصی خیلی گل کرده. من میدونم که سالهای سال اینجا بعد از کودتا تلاش شد که تئاتر خصوصی را بیفته ولی را نیفتاد. یعنی در واقع من یادم مرحوم جعفری تو تئاتر کسرا را اجاره کردم با خانم شهلا که یه سری نمایش اجرا کنم و اجرا هم کردم و در واقع ایران خیلی تئاتر خصوصی رو راه ننداخت. بعد تئاتر دولتی در واقع الان ماجرا اینه که خیلی ناقص داره اتفاق میفته. نه تئاتر دولتی مون خیلی دولتی بود، نه الان خصوصی مون خیلی خصوصی. الان ماجرا اینه که تئاتر خصوصی ما فقط حمایت دولتی، یعنی از لحاظ مالی فقط خصوصی شده فقط، یعنی از لحاظ نظارت، از لحاظ به هر حال یعنی تئاتر خصوصی الان نظارت خاص خودشو داره دیگه. این همونه، یعنی فقط ماجرا اینه که باید کمکی به ما میکنن از لحاظ مالی، الان کمک رو نمیکنن. سال هاست این کمک برداشته شده و الان دغدغه مالی خیلی سنگین شده. گروه ها دارن به این فکر میکنن که خب ما هی هزینه ها رو چجوری میتونیم کم کنیم، چجوری خب دکور پس دیگه اون چیزی که من به عنوان کارگردان یا طراح صحنه تو ذهنمه باید هی تخفیف بدم، طراح لباس باید بگه که خب تخفیف بدیم، ببین لباسای تو خونتون رو ببینیم چی به نقش میخوره، تو همه چی آسیب میرسونه این. حالا جدا از این که به هر حال کارهایی که حالا میتونه بفروشه و خیلی رونق پیدا کرده از یه بابت های خیلی خوب شده، ولی خب آسیب های خودش هم داشته این خصوصی شدنه. یعنی الان آسیب های تئاتر خصوصی منظورت چی آسیباش؟ آسیباش اینه که من فکر میکنم تئاتر یکی از وظایفش رشد مخاطبش هم هست، یعنی باید یه آموزشی به مخاطبش بده، بهش یاد بده. تو این سالها خیلی مخاطبای جدیدی وارد
تئاتر شدن، خیلی زیاد شد و این واقعا جای خوشحالیه. ولی یه مدتی که گذشت این مخاطب بود که تعیین میکرد که من این کار رو میخوام، و شاید اون آدم هایی که دنبال خلاقیت بودن، دنبال کارهای جدیدتر بودن، یه خورده تو حاشیه قرار گرفتن، یا بهتر بگم یه خورده با ترس کار کردن، یعنی سلیقه‌شون رو در آوردن سطح سلیقه مخاطب، نه اینکه سطح مخاطب رو بکشونن بالا. من از هم این جزء چیزایی که باید یه خورده بیشتر توی تئاترمون بهش فکر بشه، جدای از اینکه بله مخاطب خیلی مهمه، ما الان داریم درآمدمون از مخاطب کسب می‌کنیم، ولی باید این رو فراموش نکنیم که مخاطبی که داره میاد تئاتر باید هر بار با تئاتر ما بتونه رشد کنه. الان تئاتر با سرمایه دولتی هم داریم که رو صحنه میره، تئاتری که بله. داریم هنوز ما اون تعدادشون کم شده بله. اونا تعدادشون کم شده. آره شاید سفارشی تره، یعنی اونا در واقع الان رو سالن‌های غیر خصوصی اونا دیگه میرن، سالن‌ها مثل تئاتر شهر بله، اونا میرن بله بیشتر اونجا. ولی بله خب من دارم میگم که دولت میتونه این حمایت رو انجام بده که هنرمندا بتونن یه خورده با دغدغه کمتر نگرانی مالی هنر تولید کنن، نه اینکه از روز اول دنبال این باشن که خب من هوتن شکیبا رو نیارم که بازیگر تئاتر، برم کسی دیگه رو بیارم که صرفا مخاطبم رو تأمین کنه، یعنی بازیه میره تو درجه دوم سوم و اینا. الان فروش نمایشنامه‌ها که اکثرا خوبه فکر میکنم، اکثرا خوبه، ولی خب تعداد نمایشنامه خیلی بیشتر شده. الان ما فکر میکنم 7-8-7-8-8 تا نمایش خیلی بیشتر حتی فکر میکنم. آره به صحنه داریم. من فکر نمیکنم سابقه نداشته که ما 70-80 تا صحنه داشته باشیم. بالای 100 تا اجرا تو تهران فقط داره میره فکر. خیلی غریبه، یعنی در واقع ما نداشتیم تو تاریخ نداشتیم اصلا. این رونق خیلی خوبه، یعنی علاقه به تئاتر خیلی زیاد شده. فقط میگم باید حواسمون باشه، یعنی من وقتی میرم سالن سمندریان و سالن همه تا تماشاشی ویژه بله، میبینم بله. که تماشاشی تئاتر دیگه تئاترن خیلی ها، اصلا شاید اولین دومین تئاترشون باشه ولی علاقه من میشن و میان تئاتر میبینن. این رونق تقریبا تو سینما هم اتفاق افتاده دیگه، خدا رو شکر. بله اونجا هم برای تماشاشی عوض شده، دوره‌ای که یه خود رکود وجود داشت. من اینجا یادی کنم از عباس جوانمرد و گروه تئاتر هنر ملی بله. که زبان جدید تئاتر رو سال 35-36 در واقع با نمایش دردسر میرزا یدالله در واقع در تالار دانشگاه در واقع به شکل دادن و از اونجا زبان جدید تئاتر جدی بله. عوض شد که یادشون بخیر، هر جا آقای جوانمرد هستن یادشون بخیر، آقای نصیریان هم تو اون گروه بودن که بله. بلبل سرگشتره من از اینجا باشن سلامت باشن و در واقع اون گروه تئاتر هنر ملی بعد آمدن توی تلویزیون خصوصی کانال 3 بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم و نمایش‌های چهارشنبه اجرا میکردن که خیلی نمایش‌های موفقی هم بود و اصلا تئاتر رو خیلی رشد داد چهارشنبه شب‌ها، یعنی در واقع ما که نبودیم تهران ما که دیدن در واقع یه نمایش تیمازه دیدم 100% خیلی خوب بود، یعنی خیلی خوب بود. من شنیدم کارگردانش بسیار آدم با استعداد من زیاد نیستم مرتضی اسماعیل کاشی، حالا من خودم بیشتر به عنوان بازیگر میشناختمش، بازیگر بسیار خوبیه، توی وایت سک بازی کرده، توی مکبث بازی کرده، بازی خیلی درخشانی داشته و اینجا من با ستاره پسیانی هم بازی بودم هستم، یعنی دوباره ادامه خواهیم داد یه هفته ای که ستاره پسیانی واقعا من خیلی خوشحالم تو این سالهایی که تئاتر کار کردم بهترین پارتنرها رو داشتم، چه تو الیور تویست که بی نظیرها کنار من، چون واقعا توی 100% که ستاره پسیانی که ما سالها با هم دیگه داریم کار میکنیم و واقعا بازی کردن کنارش لذت بخشه، یه پختگی اصلا اومده یعنی سراغش تو بازی درخشان بازی کرده اساسا میگم هر بار رو صحنه واقعا متعجب میکنه، خیلی لذت بخشه، همه عزیزایی که من دارم باهاشون کار میکنم واقعا خیلی خوشایند، خیلی نه به تبریک میگم، نمایش اجرای خیلی خوب بود، بازی ستاره بود اجازه سختین نقشه که من تو تئاتر بازی خیلی برام سخته، چون نقش مایکل اصلا پیش برنده نیست توی قصه، آره قصه مال اون داره آره او دست میخوره آره. و خیلی قشنگه و چه پایان معروف کننده ای که تماشاگرش معروف میشه در واقع آقای کارگردان اسماعیل کاشی دیگه آره مرتضی اسماعیل کاشی، من بهش تبریک میگم قراره بازی کنه و ان شاء الله که موفق بشه. بله سینما کمکاری، بله من طبقه حساس یادمه، چیز دیگه یادم من 4 تا سینمایی کار کردم، اولین فیلمم به تدبیر فیلم برداریش دارم میام،
شب بیرون بود، کار کاوه سجادی حسینی ندیدم توی بخش هنر تجربه بود، اکران شد. طبقه حساس بود کار آقای تبریزی. آره. حق سکوت بود که جز فیلم های توقیفیه ظاهرن. مال آره. کیه؟ من نقش یک طلبه جوان رو بازی میکردم، کار آقای هادی نایجی. ها بله، هادی نایجی میشستم. حالا نمیدونم حالا واقعا ماجرای اصلیش واقعیش چیه، من خودم دقیق نمیدونم، حالا یه چیز نگم که اشتباه در بیاد. اون نقشم خیلی دوست داشتم، طلبه جوان بود که من خیلی جو با تیپ بازی کردی؟ نه اصلا، همین ساده بازی کردی، یعنی خودت بودی، یعنی با لهجه یک چیز. و من حتی رفتم تو حوزه علمیه با لباس و رفتی دیدی طلبه صحبت کردم باهاشون خیلی زیاد، با اونجا دیدم کی ساخته شد در خصوص توی قومی تایم طولانی من در رو رفت آمد. کی ساخته شد در خصوص سکوت؟ حق سکوت سال یه سال بعد از طبقه حساس بود. فکرم 92 سه بوده دیگه فکرم سه. بله. آخرین فیلم چارمی و هلن. هلن دیدم. هلن دیدم. صدفی بله. هلن دیدم. من ماجرا اینه که یه حساسیت خوب بیشتری داره برام سینما و ترس بیشتری. حالا نمیدونم اون چهار تا فیلمی که کار کردم چقدر میتونه در مورد مدل بازی من توی سینما قضاوت بشه، ولی مثلا امسال با احترام به همه دوستان عزیزی که لطف کردن به من فیلم نامه دادن، ولی تو سلیقه من نبود. حالا نمیدونم، شاید من یه خورده دارم زیادی نه اینکه ذخیره کنی خیلی خوبه یا نه، چون به حال من فکر میکنم تو باید اگر الان سینما رو دوباره شروع کنی باید با یک نقش بسیار بسیار خوب شروع کنی. من طبقه اساس دیدم، هلن هم دیدم، اون دو فیلمو ندیدم که روش قضاوت کنم، ولی خب نقش تو طبقه اساس بد نبود. ولی خب نقش اساسی کی نبود که تو رو گل اینطور چیز کنه. هلن هم چیزی از نقش تو یادم نمیاد، یعنی در واقع از نقش کلی فیلم یادم میاد و از نقش تو چیزی یادم نمیاد. من تو فستیوال تو کمیته انتخاب فیلم دیدم. آره، ولی باید انتخاب چیز باشه دیگه. ولی من فکر میکنم الان بعد از این نمایش‌های تئاتری خیلی پیشنهاد فیلمنامه سینما داشته باشه. بله داشتم، ولی من فکر میکنم هنوز یه خورده، یعنی از فیلمنامه‌ای کوچولو برای من ترسیدم ریسک کنم قبولشون کنم. همچنان تلویزیون ترجیح میدی که بازی کنی؟ نه، من اصلا تلویزیون ترجیح نمیدادم واسه شو بخواین. من سالها از تلویزیون دوری کردم، نه به خاطر تلویزیون بودنش، به خاطر فقط کیفیت بود. سروش صحت فکر کنم سومی یا چهارمین پیشنهادش به من بود سر سریم، من هر بار به یه بهونه ای میگفتم نمیام، واسه که دوست من رفیق من. ولی لیسانس ها رو باز گفتم من نمیام، ولی پنج قسمت فیلمنامه من دادن گفت فقط بخون و خوندم، خیلی از فیلمنامش خوشم اومد. یعنی به نظرم ایمان صفایی و سروش صحت بی‌نظیر نوشتن و دیدم نمیتونم، اصلا دلم نمیاد این نقشو بدم کسی دیگه ای بازی کنه و خیلی ویژگیای جالبی برای من داشت نقش حبیب و تصمیم گرفتم این ریسک رو بکنم با کلی ترس و لرز خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد و با نگرانی خیلی زیاد اولین کار تلویزیونمو انجام دادم. جایزه حافظ گرفتیم من تا اونجا یادمه برای لیسانس ها. الان خوشحالم که من لیسانس های سری دوم رو ندیدم که قضاوت کنم، ولی لیسانس های سری اول دیدم، اجرای خیلی خوبی بود و در واقع سری دومو یه تیکش بیشتر ندیدم که نمیتونم قضاوت کنم، ولی لیسانس سری اول خسته نباشین و اونجا البته ما زیاد تو رو نمیشناختیم، الان تو زیاد میشناسیم که دوست داریم ببینیمش. من یه بار سر یک نمیدونم کدوم یکی از کارهای شما دفتر شما اومدم و یک ویژگی جالب تعریف کنم. الان اومدم با وجودی که من حس میکردم که خب عموما آدمایی که یکی معرفی میکنه و اصلا شما نه بازی از من احتمالاً دیده باشید یا یادتون بوده باشه اون دوران، حالا نمیدونم تئاتر، من یادم اون موقعم در مورد این حرف زدم که من با حسن معجونی دارم کار میکنم و اینا، من میفهمیدم که شما خب کسی که اینجوری نمیشناسید شاید انتخابش نکنید، ولی خب خیلی برخورد خوبی با من داشتید، کلی با هم دیگه گپ زدیم در مورد تئاتر حرف زدیم، واجی که من کامل میدونستم قرار نیست انتخاب بشم برای همچین کاری، ولی خب این خیلی به من جذاب. من حالا بهت میگم همه آرزو دارم باهات کار کنم در واقع بعد از این اجرای بسیار خوبی کردی. تو الان بازیگر مورد علاقت کیه تو سینما ایران؟ تو سینمای ایران یعنی الگوی مثلا الان بازیگر امروز میخوام. آخه هر کدومشون برای من یه سری ویژگی ها دارن. مثلا من برام حضوری که نوید داره جلوی دوربین خیلی جذابه. کدوم فیلمش بیشتر دوست داری؟ من ابدا یک روزو خیلی دوست دارم. بله خیلی خوبه، خیلی ویژه است.
چون کارهایی کرده که من قبل‌تر از اون از نوید ندیده بودم. این برام خیلی چون تو نوید خیلی خوب میشناسی. بله، برای من قطعا سخت‌تره اینکه بخواد منو جذب کنه که سال‌هاست با هم دیگه کار کرد. فرهاد اصلانی در کدوم فیلمش؟ من تو خیلی از فیلم‌ها واقعا خیلی دوستش دارم. اونم ویژه بازی کرده. ویژه بازی می‌کنه. اونم کرده، مثل که همه کردا دوست داره. بله، اونم بیجاری. حالا بذار از کردا بیام بیرون. توی خانما من گلشیفته رو خیلی دوستش دارم. بله. ترانه علی دوستی. اصلا یه نسلی بودم مثلا باران بله، ترانه. بله بله، گلشیفته، ترانه، نمی نسل. واقعا اون نسل خیلی درخشان بود. شهاب حسینی. میگم هر کدومشون یه سری ویژگی‌ها برام دارن که خیلی و توی تو بازیگرایی که فوت کردن خسرو شکیبایی. تو نسل قدیم‌تر چی؟ من آقای انتظامی و آقای نصیریانو. آقای نصیریانو. و هنوز که هنوز ماشاءالله آقای نصیریان این یک جوون قبراقی که انگار هر بار هر کاری که بازی میکنه انگار اولین کارش. تو خارجی ها که بازیگر دوست داری؟ من دنیل دی‌لوئیس رو خیلی دوست دارم. خیلی هن فیلم دیدی که خیلی از خارجی ها دیدی که رو تاثیر گذاشته باشه؟ چند بار دیده باشی؟ مثلا از من بپرسم میگم پدرخوانده رو 20 بار دیدم. تو فیلم دیدی که مثلا در واقع پدرخوانده یه آره خب مثلا پدرخوانده یه سری فیلم ها هست که همه دیدیم چندین بار. ولی فیلمی که تو خیلی دوست داشته باشی؟ فیلمی که خیلی دیده باشم مثلا من داردسته نیویورکی ها یه سری ویژگی داره. بله. این کاراکترهایی که خیلی از خودشون دوره ولی انقدر نزدیکش که الان به خودشون تو نمیتونی یک لحظه باورشون نکنی. اجرای نمایش جدید قرارداد بستی که بعد از این دوتا اجرای سر فعلا توی تمدید اجراهام یک فیلمی هم قرارداد بستم که فعلا نمیگم. خب نگو بهتره. آره فعلا نمیگم. یک فیلمی جدیه کمدی. جدیه. جدیه. حالا شاید توش ویژگیای حالا کمدی هم داشته باشه. ولی من اصلا برام فرق نمیکنه کمدی باشه یا جدی، ترجیح میدم نقش خوب بازی کنم. کمدی بی‌نظیر بازی میکنی. نه ولی واقعا ترجیح میدم نقشی که دوستش دارم رو بازی کنم، حالا چه کمدی باشه چه تراژیک باشه چه هر مدلی که درامه برام تعیین بکنه من سعی میکنم اونو بازی کنم. من آقای شکیبا از بازیای دو نمایشت خیلی لذت بردم. از لیسانس هم بازیت بسیار خوب بوده، به تبریک میگم. دوست دارم که در سینما وارد چی. خود من دوست دارم باهات کار کنم، خیلی دیگه دوست دارم باهات کار کنم. باعث افتخاره. برات آرزوی بسیار بسیار موفقیت دارم.